فیلم خیلی عجیب راجب یه زنی که از یه ماشین باردار میشه. گلاسیا سلام، امروز میخوام فیلم تایتان مسئله 2021 رو با هم ببینیم که خیلی بهم گفت ببینم ولی خودم وقت نکردم تماشا کنمش. وقتی دیدم هم خیلی برام عجیب بود و خب قطعا مثل خیلی دیگه اصلا نفهمیدم معنی فیلم چیه. وقتی نقدش رو خوندم پرام ریخ از محتوای خفنی که پشتشه. بریم ما فیلمو ببینیم، آخرش هم میخوایم نقد و بررسی کنیمش. حواستون به اسپویل کامل و صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم لوازم داخل کابوت یه ماشین رو میبینیم. تو خود این ماشین هم دختر بچه به اسم الکسیا نشسته، راننده هم پدرشه. الکسیا هی پاشو میزنه به صندلی و همین باعث میشه یهو تصادف کنن. مدتی گذشته و میریم به بیمارستان. پدر خیلی نگرانه و الکسیا رو میبینیم که بهش کلی دم و دستگاه وصل کردن تا دوباره بتونه راه بره و حرکت کنه. از صحبتاشون هم مشخصه یه قطعه تیتانیومی هم تو سرش کار گذاشته شده. وقتی از بیمارستان خارج میشه با عشق ماشینشون رو بغل میکنه و میبینیم روی سرش هم رد زخمای جراحیه. سالها میگذره و حالا الکسیا یه دختر جوان شده. به عنوان رقاص هم با گروهی تو نمایشگاه‌های زیرزمینی ماشین فعالیت دارن و انگار خیلی هم کارشو دوست داره. واسه همینم هم چشم همه مردم دنبال الکسیا و رقص‌های جذابشه. یکی از دخترهای دیگه هم به اسم جاستین دوست صمیمی الکسیاه و انگار بینشون یک کشش جنسی هم وجود داره. بعد پایان یکی از اجراهاشون الکسیا سوار ماشینش میشه و یه مرد هم دنبالشه. این مرد عاشق الکسیاست و میگه حاضرم هر کاری کنم فقط یه بار با هم باشیم. بعدم به زور این دختر رو میبوسه و اولین صحنه دردناک فیلم رو میبینیم. الکسیا یه سنجاق آهن گلوی موهاش در میاره و با همون به گردن مرد ضربه میزنه تا جونش رو بگیره. بعدم پیاده میشه و جنازه رو توی ماشین میذاره. دوباره برمیگرده داخل نمایشگاه تا یه بار دیگه دوش بگیره و خودش رو تمیز کنه. در همین حال صدای ضربه های بلندی میاد و الکسیا با ترس میره بیرون. وقتی در باز میکنه ماشین خودش رو میبینه که چراغاش روشن و جلوی دره، طوری که انگار این ماشین در میزده اونجا وایستاده. الکسیا میره داخل و میبینیم هیچ کی اونجا نیست، اما خیلی فیلم عجیب میشه. یهو ماشین شروع به حرکت میکنه، صدای جیغ و ناله الکسیا میاد و انگار داره با ماشین رابطه برقرار میکنه. روز بعد میرسه و الکسیا روی تختش بیدار میشه. همه بدنش جای کبودی های این رابطه است. در همین حال هم توی اخبار به داستان گم شدن پسری گوش میده که 10 سال از پدر و مادرش دوره و هیچکی نمیدونه کجاست. این خبر ترکیب با یه خبر دیگه از قاتل سریالی که تازگی توی شهر دست به کار شده و همه هم دنبالشن. سر شب الکسیا میره محل کارش و این بار با جاستین تنها میشن و همو میبوسن. یهو الکسیا حالت تهوع میگیره و بعد بالا آوردن متوجه شکمش میشه که یکم باد کرده. عجیب تر اینجاست که وقتی به شلوارش دست میزنه میبینه روغن موتور مثل خون ازش بیرون میاد. با نگرانی همراه جاستین به خونه اون میرن و وقتی تست بارداری میده میفهمه حامل است. خبر به جاستین میده و میگه از یه پسری باردارم. اونم با لبخند سرش روی شکم الکسیا میذاره، اما این دختر روانی با همون سنجاق آهنی سرش حالا به جاستین حمله میکنه. این بار جون این دختر رو هم میگیره. لحظاتی بعد یه مرد از پله‌ها میاد پایین، مردی که انگار همخونه جاستین بوده. الکسیان برای اینکه کارش لو نره این مرد بیچاره هم همونطوری نابود میکنه و یه مرد دیگه هم میاد، اونم انگاری همخونه بوده و باز جونش رو میگیره. معلوم نیست این بلا رو سر چند نفر دیگه میاره، اما آخر شب با حالی داغون به خونه خودشون برمیگرده، جایی که پدرش هم منتظرشه. البته هیچ اهمیتی به دیر اومدن الکسیان نمیده و فقط سیگارش رو میکشه. الکسیا توی حیاط خونه یه آتیش درست میکنه و چند تیکه لباس که همراهش هم هست و میندازه اون تو. وقتی میره داخل میفهمه پدرش تو اتاقش دراز کشیده. خیلی سری در اتاق روی پدر قفل میکنه که نتونه بیاد بیرون. بعد لباسش رو عوض میکنه و برای همیشه خونه رو ترک میکنه. کنار خیابون یه ماشین کمک میگیره تا به ایستگاه اتوبوس بره. وقتی وارد ایستگاه میشه دوباره نگاهش به یه سری عکس در مورد اون پسری که 10 سال پیش گم شده بود میفته. اسم این پسرم آدریان بوده. این بار یکم بیشتر دقت میکنه و عکسی رو تغییر میکنه. حالا نقاشی از خودش توی همه خبرگزاری ها پخش شده. انگار یه نفر الکسیا رو به عنوان همون قاتل سریالی تشخیص داده و حالا همه پلیسا هم دنبالشن. الکسیا سعی میره دستشویی و میخواد هر جوری هست چهرهش رو تغییر بده. برای همین با یه قیچی موهای خودش رو کوتاه میکنه. ابروهاش هم با تیغ میزنه. بعدم کلی باند دور بدنش میپیچه تا شبیه پسرشه و دیگه سینه‌شو کسی نبینه. حالا مثل روانی ها شروع به مشتلن توی دماغ خودش میکنه. انقدر میزنه تا بشکنه و اینطوری موفق میشه چهرهش رو کامل تغییر بده. حالا چرا این کارو کرد؟ تو سکانس بعدی میفهمیم. مرد میانسالی به ایستگاه پلیس میاد و بهش میگن پسرتو پیدا کردیم.
این مرد پدر همون بچه‌ای هست که 10 سال پیش گم شده بود، یعنی ایدریان، و خبرش رو چند بار توی فیلمم شنیدیم. اسم این مردم وینسنت و میبرنش به اتاقی که توش الکسیا نشسته. الکسیا خودش جای ایدریان جا زده و وینسنت هم که 10 سال از پسرش بی‌خبره با خوشحالی الکسیا رو تو آغوش میگیره و سمت خونه راه میافتن. توی راه وینسنت از الکسیا سوال میکنه، اما این دختر هیچ حرفی نمیزنه چون نمیخواد صدای دخترش معلوم شه. مامورای پلیس هم گفته بودن که پسرتون به خاطر اتفاقاتی که افتاده قدرت تکلمش رو احتمالاً از دست داده. خلاصه که به خونه میرسن و مرد جوونی به اسم رایان برای وینسنت یه ظرف غذا میاره و اونو کاپیتان صدا میکنه. وینسنت هم الکسیا رو به این پسر نشون میده و میگه این ایدریانه، پسرم که برای 10 سال پیدا شده. الکسیا نقشش رو پیگیری کرده و وقتی تو اتاق تنها میشه بان دور شکمش رو باز میکنه و میفهمه خیلی از قبل گنده تر شده. لحظاتی بعد وینسنت به اتاق میاد و به الکسیا میگه لباسات رو درار تا راحت بخوابی. اما الکسیا مقاومت میکنه و حتی وینسنت رو میزنه تا یه موقع لون نره. اونم بدون حرف دیگه از اتاق خارج میشه. میبینیم که وینسنت توی دستشویی یا آمپول تزریق میکنه که برای تمرینات بدنسازیشه. حالش هم یکم انگاری بهتر میشه. بعدم میره توی باشگاه و کلی تمرین انجام میده. روز بعد میرسه و وینسنت میخواد الکسیا رو به محل کار خودش ببره. برای همینم اولیه چیزی رو بینیش قرار میده و بعد موهاش رو مرتب میکنه. میفهمیم وینسنت یه آتش نشانه. بعد میبینیم که با اعضای تیمش به یه ماموریت میرن و موقع خاموش کردن آتش، نگاه وینسنت به بدن یه انسان میفته. اما خب این فقط یه توهمه چون اصلا آتشی در کار نیست و این فقط یه مانور تمرینیه. وقتی به خونه برمیگردن و سر میز شامن، وینسنت هی میخواد صحبت کنه اما بازم الکسیا پاسخی نمیده. یهو قاطی میکنه و فریاد میکشه یکم عادی تر باش، پسرمی، دلم برات تنگ شده، حرف بزن. الکسیا با عصبانیت بلند میشه و میبینیم که عجیبش همون سنجاق آهنگ رو در میاره. اما قبل اینکه بلایی سر وینسنت بیاد، اون در حال رقصیدن و مسخره بازی با یه آهنگ میبینه. از تصمیمش پشیمون میشه و سنجاق رو میذاره تو جیبش. به اصرار وینسنت میره جلو و شروع میکنن به رقصیدن. رقص که وسطاش وینسنت مثل روانی دست پای الکسیا رو میگیره. اونم که روانی تره شروع به موج زدن سمت وینسنت میکنه. اما خب زور اون بیشتره و موفق میشه الکسیا رو گیر بندازه. بعدم خیلی عادی ولش میکنه و الکسیا از خونه میره بیرون. انگار داشتن بازی خیلی عادی میکرده. وینسنت هم طبق هر شب آمپولش رو میزنه تا تمرین کنه، ولی این دفعه دوبار این کار رو انجام میده. به خاطر مصرف بالا هم همونجا میفته و انگار دیگه خیلی هایه. الکسیا رو میبینیم که توی اتوبوس و یه سری پسر مست سوار شدن. شروع به تیکه انداختن و دعوا با یه دختر دیگه توی اتوبوس میکنن. سکانس بعد میبینیم الکسیا بدون هیچ دخالتی از اتوبوس پیاده میشه و سمت خونه برمیگرده. وقتی میرسه وینسنت رو توی همون حال میبینه. اول میخواد با سنجاق کارش رو تموم کنه ولی باز پشیمون میشه و یهو موهای خودش رو از ته میزنه. بعدم میره راحت میخوابه. روز بعد میبینیم که الکسیا یه سری لباس زنونه امتحان میکنه و شکم خودش که حالام خیلی بزرگ شده زیر نظر داره. همین لحظه وینسنت سر میرسه و الکسیا رو با این لباسا میبینه. اما جای ناراحتی کلی میخنده و یه آلبوم عکس قدیمی از پسرش ایدریان میاره. پسر واقعیش تو سن کم همین لباسا رو میپوشیده و خیلی هم خوشحال بوده. وینسنت هم حالا خیلی خوشحاله چون بالاخره داره حس میکنه الکسیا واقعا پسر خودشه. امروز هم دوتایی به مرکز آتش نشانی میرن و به این ماموریت اعزام میشن. وینسنت هم الکسیا رو با خودش میبره. یه مرد براش مشکلی پیش اومده و حالش خوب نیست. کسی هم که تماس گرفته بود یهو قلبش میگیره. چون هیچ کس غیر الکسیا دستش خالی نیست، وینسنت بهش میگه چیکار کن و اونم خیلی استرس داره. اما وینسنت با خوندن یه آهنگ آرومش میکنه و دوتایی موفق میشن هر دو نفر رو نجات بدن. وقتی از ماموریت برمیگردن، همکار دیگه وینسنت یعنی رایان که اون اول براش غذا آورده بود، توی گوشیش نقاشی که از الکسیا پخش شده رو میبینه. با نگاهی به الکسیا متوجه میشه این همون دختر تحت تعقیبه. همین هم میشه که وقتی آخر شب آتششان یه مهمونی برای خودشون گرفتن، میاد پیش وینسنت و این قضیه رو بهش میگه. اما وینسنت باور نمیکنه و بعدم میگه پا تو از زندگی بکش بیرون، اون پسرم و حق نداری بهش شک کنی. رایان میاد پیش الکسیا و بهش میگه اگه همین الان گم و گور نشی به پلیس زنگ میزنم. ولی الکسیا باز توجهی نمیکنه و میره جلو. بعدم شروع میکنه به رقصیدن با مثلا پدر خودش وینسنت. روز بعد میرسه و وقتی الکسیا بیدار میشه میبینه که زنی اومده خونشون. اون زن همسر سابق وینسنت و مادر پسر گم شده است. با دیدن الکسیا میاد طرفش و انگار میدونه این پسرشون نیست، اما با این حال الکسیا رو در آغوش میگیره. سر میز ناهارم زن از وینسنت میپرسه چجوری میتونی با این شرایط کنار بیای زندگی کنی، خودت میدونی واقعی نیستن. وینسنت از الکسیا میخواد که بره به اتاقش و به همسر سابقش میگه از زندگیم برو بیرون چون من میخوام این پسر رو نگهش دارم. چه تو فکر کنی پسر واقعیمونه چه نه؟ در همین حالم الکسیا رو میبینیم که توی اتاقشه و باند دور شکمش باز کرده.
شکمش خیلی خارش گرفته و یه دفعه پوست قسمتش کنده میشه. الکسیا با وحشت به درون بدنش زور میزنه که مثل آهن ماشینه. چیزم که ازش بیرون میریزه روغن ماشینه. یهو زن دیگه میاد تو و الکسیا رو در این حال میبینه، اما انگار تعجبی نمیکنه. فقط میاد طرف الکسیا و میگه من میدونم تو کی و چیکار میکنی، اصلا مهم نیست، فقط حواست به وینسنت باشه که یه موقع بلایی سر خودش نیاره. برم از اونجا میره. ساعتی بعد وینسنت الکسیا رو دستشویی صدا میکنه. اونم میره داخل و وینسنت میگه نیاز دارم این آمپولو بزنم اما نمیتونم. پس الکسیا به کمرش تزریق میکنه. وینسنت مثل دیوونه ها الکسیا رو میشونه و شروع میکنه به شیو کردن صورتش، چون معتقد ریش و سیبیلاش دارن در میان. الکسیا مخالفتی نمیکنه. سکانس بعد یکی از ماموریت های دیگه وینسنت و تیمش رو میبینیم. جایی از جنگل آتیش گرفته و وسط ماموریت هم رایان هی از الکسیا دروغاش حرف میزنه. وینسنت یهو کلافه میشه و برای دروغ شدن پسر میره وسط جنگل. البته که یه مخزن میده بهش تا نگه داره که برگرده. الکسیا هم توی ماشین رو دور نگاه میکنه و یه رفعه انفجار توی جنگل رخ میده. میبینیم که وینسنت حالا برمیگرده سر جای قبلیش و انگار از قصد اون مخزن رو به رایان داده بود تا اینطوری منفجرش کنه. اون میخواست این پسر رو بین بره و موفقم شده. روز بعد میرسه و الکسیا رفته حموم که یهو دردی میکشه و همین لحظه از شکمش کلی روغن ماشین بیرون میریزه. یکم میترسه و با شنیدن صدای وینسنت دور شکمش باز میبنده. وینسنت میاد داخل و میگه من اصلا برام مهم نیست تو کی، تو تا ابد پسر من باقی میمونی و اونو تو آغوش میگیره. الکسیا میگه خوبه پس، و میریم به سکانس بعد. دوباره آتششان ها مهمونی گرفتن و این بار الکسیا میره وسط تا برقصه. یه لحظه هم انگار روح رایان اون وسط میبینه اما توجهی نمیکنه. حالا که خیلی مسته میره روی ماشین آتشنشانی و جلوی همه شروع میکنه به رقص قدیمی خودش. یه رقص خیلی تحریک کننده که بقیه مردا با تعجب نگاش میکنن. وینسنت هم سر میرسه و دیدن صحنه شوکه میشه، اما الکسیا واقعا کار خودش داره لذت میبره. بعد مهمونی میبینیم الکسیا دوباره توی ماشین نشسته و بازم مثل اون صحنه عجیب داره باهاش انگاری رابطه برقرار میکنه. وینسنت هم توی اتاق خودش توی همین ایستگاه آتشنشانیه و دراز کشیده و حالا دیگه مطمئنه که این شخص پسر خودش نیست. با ناامیدی و غم فندکی روی لباسش میگیره و یهو خودش رو به آتیش میکشه. بعدم با کلی تلاش آتیش رو خاموش میکنه. طرف دیگه هم الکسیا رو میبینیم. حالا انگاری درد زایمان گرفتنش و کلی داد میزنه. نزدیک صبح و با همون حال بعد از اتاق بیرون میاد. از کلی راه روی تاریک و ترسناک میگذره تا به وینسنت میرسه. سرش رو سینه مرد میذاره و حالا انگاری پشت لبش هم یکم سیبیل در اومده. به وینسنت میگه خیلی دوستت دارم و برای اولین بار صدای دخترونش رو میشنویم. وینسنت هم بدون تعجب میگه منم خیلی دوستت دارم. یهو همو میبوسن. وینسنت پشیمون میشه و بلند میشه که بره، اما یه رفعه الکسیا فریاد میکشه. از دهنش روغن موتور بیرون میاره. وینسنت هم میفهمه که این دختر داره زایمان میکنه. میاد طرفش و کمک میکنه تا این کارو انجام بده. این وسط برای اولین بارم اسم الکسیا رو ازش میپرسه و میفهمه که کیه. الکسیا چشماشو بسته و آخر زایمان دیگه هیچ حرفی نمیزنه و جونش رو از دست میده. وینسنت با ناراحتی بچه رو تو آغوش خودش میگیره. سکانس آخر فیلم این بچه رو میبینیم که ستون فقرات و قسمتی از جمجمش فلزی و مثل ماشینه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. شما هم قطعا مثل اولین باری که من این فیلم رو دیدم الان خیلی تعجب کردید، اصلا دارید با خودتون میگید این چه سمی بود من دیدم. ولی بذارید روشنتون بکنم، اونم با استفاده از نقد که خودم خوندم به نظرم خیلی قشنگ بود. تو این فیلم ماشین و آهن نماد مشکلات روحی و روانی هست که آدم ها توی زندگیشون دارن یا تراماهایی که پشت سر میذارنشون، و وقتی که توی این فیلم با این محتوا نگاه بکنید خیلی چیزهای خفنی دستگیرتون میشه. اینطوری بهتون بگم، ما یه دختری رو داشتیم که انگاری اون ماشین یا همون تراماهای زندگیش باهاش رابطه برقرار کردن، خودش رو تسلیم اون افسردگی و مشکلات روانی زندگیش کرد. وقتی این اتفاق براش افتاد از این مشکلات انگاری باردار شد و همه رو توی خودش مخفی کرده بود، توی بدن خودش اینا رو نگه داشته بود که داشتن دیوونش میکردن، و در آخر این مشکلات مثل آهن بدنش رو پاره کردن و ازش بیرون اومدن و به نفر بعدی انتقال پیدا کردن. خیلی محتوای عجیبی داره، ولی خب به نظرم وقتی که فیلمو اینطوری نگاه بکنید قشنگ درک میکنید که چه معنی باحالی پوششه. نکته دیگه این که باید دقت بکنید به رابطه شخصیت اصلیمون یعنی الکسیا با همون پدری که بچه‌شو گم کرده بود یا وینسنت. رابطه اینا خیلی جالبه. وینسنت نماینده یه آدمیه که خیلی گرمه، احساساتش رو نشون میده و حتی نگاه بکنید قلبش داره تونتون میزنه، همیشه رگ‌هاشو می‌بینید. زندگی تو این طرف جریان داره. مقابلش الکسیا رو داریم که
تمام بدنش سرده، نورهایی که روش میفته خیلی بیرنگن و درون خودش یه دونه ماشین داره پرورش میده، انگاری داره اون تروما رو با خودش همه جا حملش میکنه. تقابل این دو تا خیلی جالبه و وینسنت داره همه تلاشش رو میکنه که زندگی رو به الکسیا برگردونه، اونو دوباره بخندونتش، یه کاری کنه که قشنگی ها رو ببینه. ولی الکسیا کسی که خودش به عنوان یه پسر جا زده و داره همیشه خودش رو مخفی میکنه، نمیخواد خود واقعیش رو نشون بده. چه زمانی اتفاق میفته؟ اون آخر فیلم که اون مهمونیه بود، بالاخره رفت روی ماشین وایساد، خیلی اغواگرانه جلوی همه رقصید و وینسنت انگاری برای اولین بار فهمید که این طرف یه دختر هستن، پسر نیست. وقتی که میان خونه، اون جریان زایمان الکسیا اتفاق میفته که اون ماشین انگاری ازش بیرون میاد و انگاری واقعا داره خودش رو به طرف نشون میده، نشون میده ببین من اینم، مشکلات درونی دارم بیرون میام، ببین همه اینا رو. و در آخر وینسنت بچه رو بغل میکنه، میگه من تو رو میپذیرمت، من قبولت میکنم. انگاری الکسیا دوباره متولد شده با تمام مشکلاتش، به صورت همون کسی که نصفش ماشینی بود نصفش آدم بود، و داره وینسنت قبولش میکنه، میگه من تو رو به عنوان یه بچه قبولت میکنم، میخوام بزرگت کنم. این برداشت ها رو که حالا من خوندم، وقتی نگاه بکنید خیلی قشنگ میفهمید که این فیلم میخواد روابط خانوادگی رو نشون بده و اینکه چقدر ارتباط پدر و مادر و بچه مهمه. از اول فیلم ما الکسیا داره که با پدرش مدام دعوا دارن، اصلا صحبتی با هم دیگه نمیکنن، پدر همش داره بچه‌شو تحقیر میکنه، خیلی ارتباطشون بده. و وقتی که الکسیا با وینسنت دوست میشه، وقتی که وارد زندگی اون میشه با عنوان بچهش خودش رو جا میزنه، داره برای اولین بار عشق پدری رو حس میکنه. و خیلی مهمه که وقتی خودش رو نشون میده، پدر میپذیرتش، میگه تو بچه منی، من تو رو میپذیرم و از این به بعد میخوام باهات زندگی بکنم. یه نکته دیگه هم که میخوام بهتون ثابت کنم، فیلم داره در مورد مشکلات درونی الکسیا صحبت میکنه، اینه که با هر کس توی رابطه میره، چه پسر چه دختر، مدام طرفو پس میزنه، حتی به جای میرسه که از سنجاق سر آهنی خودش استفاده میکنه تا جون اونا رو بگیره. یعنی همیشه اون قسمت آهنی، اون قسمت بدنش که دوچار بحران‌های روحی روانی شده رو داره همراه خودش و باهاش با دیگران آسیب میزنه، هیچ کسی نمیتونه کنار اون بمونه. و همین داره ثابت میکنه که چقدر این دختر طرد شده است. و وقتی که توسط وینسنت قبول میشه، خیلی داره زندگیش عوض میشه و در آخر خود واقعیش رو دوباره نشون میده. خواستم اینا رو بگم به خاطر اینکه بدون دونستن اینا من خودم فیلمو اصلا نمیفهمیدم، هر لحظه میگفتم این دیگه چی بود، اصلا چرا اینطوری شد. و وقتی که این نقد رو خوندم و دیدم که خیلی هم نظرشون مثبت بود در مورد این، بهش فکر کردم، دیدم همه چی داره جور در میاد و کارگردان فیلم هم کسیه که همیشه فیلم های سمبولیسم میسازه، همه لحظه های فیلم داره یه معنایی رو نشون میده، حتی نورهایی که استفاده میشه، نورهایی که روی وینسنت میفته همش قرمز زرد نارنجیه، ولی نورهایی که روی الکسیا آبی سفید توسی، قشنگ داره نشون میده که مقابله یه انسان کاملا با احساسو داریم با یه انسان خیلی بیرحم و ماشینی. خیلی قشنگ می بینم و اشتر میاد. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابیارتون نره، پیشنهادتون بنویسید. شبتونم گلسی.